خداپرست به نام و مشخصات کامل شخص شما واریز شده. حساب شما فعلا مسدوده، ولی مشکلی نیست. کاری اداری شکل انجام بدین، حسابتان باز. آبرامانی چه روستا؟ بیا رو کوله. اون پول اشتباهی اومده تو حساب من. اصلا هیچ ربطی به من نداره. ما چرا همون لحظه اول آمدین نگفتین آقا پشه این همه پول ریخته به حساب من؟ برداشت این پول از حساب شما به هیچ وجه امکان پذیر نیست، مگر اینکه مدارک و اسناد قابل استنادی به بانک و وکیل آقا پاشا ارائه بشه. اینو بعد چیکار کنم؟ شما با یه ازدواج رسمی میشی داماد و پدر ایشان. بعدم سند و مدرکی که مال ازدواجتانه برمی‌داریم می‌بریم پیش وکیل آقا پاشا یا بانک. بعدش هم که مطمئن شدن شما دامادشان شدی، 4.5 میلیارد پول ناقابل برمیگرده به خانواده خداپرست. این پول بودجه چند سال نگهداری از دو تا مرکز حمایت از کودکان بی‌سرپرست. شما قسم بخور بگو به روح پدرم این پولا همش مال بچه‌ی بی‌سرپرست. شما بیا بشین تو ماشین، من از اول تا آخرش برای شما تعریف می‌کنم. چه فصلیه؟ اگه یکی از این اهالی آبادی بیاد بگه که آقا این پول اختلاس شده و داستان داره اومده تو حساب آقا جون، اون وقت مردم بدشون میاد، برمیگردن سر این زمین. من میدونم. بله، برحال میمنت و مبارکی خانم. باور بفرمایید که بنده اینجا هر کسی رو به عقد آقای درآوردم همون یک زمان. اما ده یازده تا بچه آورده، عموماً هم پسر. ببخشید یک دانه نون میخوام. کاکا بفرما. خوب ندارم که. دو تا آدامس بقیه پولید ورداش. چشم. اونت هم بعدم ورداش. ببخشید. نه بابا خواهش بشتی نه. بله. بله. سرکار خانم نازنین خداپرست. بله. آیا بنده وکیلم که شما رو به عقد ازدواج دائم کجاسته؟ نورالدین خانزاده در بیان کجاسته؟ 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 ببخشی شرمنده، من اشتباه گرفتم. بفرمی آقا نوری؟ آقا نوری؟ بله. چی شده، خوبی؟ نه من نمیتونم، نه این کار من نیست. ببخشید بابا این همه حرف زدی. خب نمیتونم دیگه، چیکار کنم؟ حالا اشکال نداره، شما الان فشارت افتاده پایین، پاشو بریم تو ماشین چیزی شیرینی چیزی بخوری، حالا جا بیاد بعد حرف میزنیم با هم. ببخشید من به نظامش دو. نه 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 نزنی خانمی، همیشه حواستون باشه نیزو بالا نبهدین توی دور بندازه. این الان توش خیزه، این باید بره بیرون، آبش تا ته تخلیه بشه. خب یه خوش تمام، بعد میانه قشن فشردش میکنین، نیزو بالا رو اینجوری کوچولو بکنین که جایزیتی ای با اون ولی این خیلی خوبه، اینجور میذارم جیبه مونه بردم. نه شکر خدا رو شکر حالتون خوبه. نه هره بهترم خدا رو شکر. دستگاه فشار خون دارم تو صندوق عقب ها میخوام. نه 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 خوبم ولی واقعا اینو جدی میگم. بس. اگر این موضوع یه ذره بیشتر ادامه بدین من قطعا دیوانه میشم. کره آقا نوری، حالا انقدر سختش نکنین، یه عقد سوری دو سه روزه است، دیوانه شدن نداره که. خانم محترم شما الان خودتان دیدی که وسط خطبه عقد من همسر مرحومم دیدم. این اگه اسمش دیوانگی نیست پس چیه؟ شما که روانشناسین بهش بگین. راستش من روانشناس نیستم، دوره‌های روانشناسی گذروندم، ولی بخوام بهتون توصیه بکنم شما باید خودتون رو بشکافین.
چیکار کنم؟ ببینید در حقیقت چجوری بگم، خودشکافتنی که منجر به خودشکوفایی میشه، اکچوالیزیشن، یعنی به زبان ساده تر. اینه هر چی قدم سردش بکنیم من پسش بر نمیام. آره اینه رهش کنیم. من حرفم یه چیز دیگه یه. میگم که اگر من میخواییم این پول رو ازاد بکنیم، حتما باید یه راه دیگه وجود داشته باشه. اصلا عطا خانم، شما چی جور وکیلی هستی که نمیتونی یه راه حل قانونی شسترفته برای این موضوع پیدا کنی؟ راستشو بخواین عطا هم وکیل نیست. اینم نیست؟ نه، سال دوم رشته حقوق بوده که از دانشگاه اخراج شده. الان داری من ازای مقامه؟ نه بابا، توی یه کار مهم چه چیزیه؟ مهم رزومه و کارنامه قویه که من دارم. اعدامی آوردم رو حبس ابد، حبس ابد آوردم زیر 10 سال. قاچاقچی با یه تعهد کتبی آوردمش بیرون، ولی خودش یه جوری داره راست راست تو شهر میچرخه. ممنوع الخروج با یه قایق موتوری بردم او بر آب، و ممنوع الورود با همون قایق موتوری آوردمش اینجا. باشه. ببینین آقا نوری، من قبل از اینکه مزاحم شما بشم با وکیل بابا هم صحبت کردم، چون اسم شما به عنوان داماد تو وصیت‌نامه بابا آورده شده، فقط شخص شما با ارائه شناسنامه میتونه این پول آزاد کنه ولا غیر. در جریان هم باشین. اگه بخواین از این موضوع سر وا بکنین، به زودی نهادهای نظارتی میان سراغتان. این الان تهدید بود؟ نه. چرا تهدید بود؟ دارم بهتان میگم. من واقعیت دارم بهتان میگم. تا حالا بیشترین موجودی که تو حسابتان بوده چقدر بوده؟ 38 تو 8. البته مال خیلی قبله ها. پدرم مرحوم شده بود، خانهش فروختیم، کل این پول 3 روز تو حساب من بود که بعدا بین ورث تقسیم شد. 16 نفر بودیم، خیلی زیاد بود. اون وقت درباره تفاوت موجودی چه توضیحی دارین که به نهادهای نظارتی بدین؟ نمیدونم والله آقا، اصلا من راستش میگم، راستش میگم، میگم بابا این فکر میکرده که من دامادش پول اشتباهی ریخته تو حساب من. اون وقت درباره که چرا فکر میکرده شما دامادشین چه توضیحی دارین بدین؟ این دیگه رسمن تهدیده. چرا این الان منو تهدید کرد رسمن؟ دارم براتون توضیح. آقا نوری تهدید نیست، شما به اون کار خیری که قراره با این پول انجام بشه فکر کنید. بعد تهدید کار خیر، بعد تهدید. من داشتم براتون توضیح میدادم آقا. من 100 بار بهت نگفتم اینطوری باهاش حرف نزن، دوباره برگشت سر جای از ما 3 نفر هیچ کس باید هیچی بدونه. لطفاً 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 دخترم هم چیزی نفهمه. آقا نوری، ما اگه می‌خواستیم کسی چیزی بفهمه که نمی‌اومدیم 3 تا آبادی پوینتر تو بقالی عقد کنیم. ای بری کن، نهایتاً 48 ساعت بعد از عقدم هر کس میره پی کار خودش تا کاره بانکی انجام میشه. باشه چشم. آره دیگه چیز ببینم. ببین حق خروج از کشور، حق ادامه تحصیل، حق کار، ببین چی داره میگه. چجوری بشین تو ماشین؟ گرفتاری شدی. به به، بچه خوش میگذره؟ بله. آسان تر بشه؟ بله. آفرین، دستتو مواظب باش، بیار تو دستتو. آفرین، آفرین. آه خوبه، آسان تر شه؟ بله. آفرین. سلام. سلام علیکم، به به، آشتی کردین؟ ماشاءالله پوزه تمام چه شغلای علامه زدی. همین دیگه، باید بگذره یه جوری. آره بفرمایید، من میام خدمتتون. آقا یکی یواشتر دیگه، ساشن گیج میره، بس دیگه. ها ایراد نداره، رو عوضش راحت میخوابن شب. اینم از حلقه ها تا. از چی هتن؟ حلقه ها. این چیه؟ بعد از اینکه خود برخان انگشت هم دیگه بخواهیم. شرمنده ببخشیده، من اصلا از این قراره رومانتیک بازی ننشتیم. رومانتیک بازی کجا بوده؟ خوشگو خالی که نمیشه، طرف شک میکنه. نه سروستات اینه. میخواییم بیاریم اینجا بزنیم همه اولی بفرم. باشه خوبه. خوشگو خالی طرف شک میکنه. نه کسی دنبالمانه، نه سر و صدایی، نه خانواده‌ای. شرمنده من نمیتونم. ببین اش فقط یک کلام خوجسته خانم و اسلام، من فقط حلقه اون دستم کردم، دیگه نمیکنه. اصلا کی به تو گفته برداری حلقه بیاری؟ خودت گفتی. به به، به میمنت و مبارکی. خب اگه اجازه بدید من در مغازه رو ببندم، خانوما میان اینجا خرید. اون وقت یهویی دیدی نظر آقا عوض شد. به من بود؟
مرد حسابی من اون خانم به یکی اشتباه گرفته بودم. زشت این حرفه. جدی؟ با کی؟ آقا به فرض که با مادر مرحومم. باید به شما توضیح بدم. خدا رحمت کنه والدین. خیلی خوب به کارمون برسیم. با اجازه ببخشید. گفته باشم تو مغازه من پخش هر گونه اجسام براق ریز ممنوع. موضوع که اونوری حرکات و موضوعی که باعث بشه باربونشن مغازه من بریزه به هم نه باشه شما فقط همین زحمت بکشین خطبه عقد و بخونیم ما دیگه از خدمتون مرخص میشیم. خب حلقاتونو بدیم. حلقه رو چیز کردیم، تصمیم گرفتیم واسه آینده اون پسندوز کنیم. خود دادید. خب مهریه رو بفرمایید که من یاد داشت. آقا مهریه رو کی داده کی گرفته؟ شما خطبه رو جاری بکنین دیگه، تمامش کنین بره. چه نشو اصلا کار من نیست، بفرمایید جای دیگه. آقا با قسمت نمیشه جنگید. راست میگه مزاحم میشه جنگید. بریم بریم. دیگه وقتی نمیشه برای چی؟ صبر کنید شما بفرمایید. بفرمایید شما بفرمایید. جناب الان مشکل چیه؟ مشکل مهریه است. من هم خدمت میگم خانم اصلا سیستم من بالا نمیاد. اونه تو سیستم کجا بود؟ شما که دارین دستی مینویسین یه زحمت بکشین هم بنویسیم و بریم دنبال کارمون دیگه. تو اگر فکر میکنی با این پیرمرد ازدواج کنی فردا بیفته بمیره مال منالش رو صاحب شی، اشتباه کردی. این فردا اگه سرش رو بذاره پایین بمیره یهویی صد تا وارث براش پیدا میشه. آقا مزفزه چرا بی خودی در برای مردم قضاوت میکنین که مدیون مردم میشه؟ اجازه بدید خانم شما خودتون رو رد کنید. دقیقاً صبر کنید. بفرمایید. این مهریه من عاشق این ویفرام. اینم یه لحظه اجازه بدید. اینم حلقه. بفرمایید حله. خب یه ویفر که نمیشه. ای آقا شما هم دیگه دارین خیلی سخت میگیرین آه. اون تقوی کدو هم تازه است آه. الان اینه کافیه؟ خطبه رو بگیم دیگه تمام بشه. شما نمیخواد چیزی اضافه کنی؟ دوشیزه محترمه مکرمه سرکار خانم نازنین خداپرست، آیا بنده وکیلم شما را به زوجیت دائم جناب آقای نورالدین خانزاده به صدا و مهریه بله یه پکه کامل ویفر اصلی با روکش کنجدی، یه پاکت آب نبات جرقه‌ای، یک تخته لواشک هندوانه‌ای، دو بسته پاستیل نواری، 700 گرم تخم کدوی اسپایسی، یک شانه تخم مرغ، یک بطری روغن مایه و مقدار دیگر تنقلات کریسپی مندرج در عقدنامه. در بیاورم؟ بله دیگه، فقط بی زحمت این نسخه ما رو فراموش نکنیم بدین به امان. بچه که شما یه من خطبه حق رو بخونم، اونی که شنیدیم مقدمه بود، چرا امضا کنم میدم تحویل تو. باب مبارکه، به میمنت مبارکه. چایی بفرم؟ نمیخورم. به من میخنین؟ من؟ به جان خودم اگه من خنده باشم من خوشحالم دارم میوه پوست میکنم. چرا؟ به من میخنین؟ من این نگاه ها رو خوب میشناسم. شما ستا الان دارین از خنده منفجر میشین. کوفت بخندین هنوز مانده بفهمین با آراستگی مرد نباید خندید.
من حاضرم خودم رو قربانی بکنم اما این فرنگ توی آبادی جا بنازم. آقا کیوان کسی با آرزوگی شما نمیخنده. من فکر کنم دستور عملشو نخوندی. آب کپ باتش کنی یکم تغییره. راست میگیدم اون کیوان خدایی کلاغم به این سیاهی. شما چه میدانین من چه میکشم؟ بعد گاز پیکنیکی من نگاهم به دنیا عوض شد. تو آینه نگاه کردم گفتم اه کیوان ای تونی؟ کی انقدر پیر شدی؟ معیار کی انقدر بزرگ شد؟ ای چین و چروکای تو صورت فریده چه میگن؟ بابا بی خیالمو کیوان اینقدر گده هم بابت دوره بر من هست اصلا نوبت به شما نمیرسه. با اون احساسه بی احساسه آدم بی گندگی انقدر احساس ندار. دوستان عزیز چه هایتونی که میل کردین خدا نگهدار. سلمان خان به چرت بعد از نهر عادت داره. ما هم عادت داره. چه رویاهایی داشتی کیوان تو. دست در من دست در من. ای روزگار ای روزگار. آقا تو رو خدا یکم بعدم رو درایسی داشته باشین. آقا من رو رخت خوابم حساسم. خب دست شما درد نکنم. پس من منتظر خبر شما دیگه. کارای بانکی انجام شد. زنگ بزنیم به من که من بیام امضا بزنم تو بانک. ایشالله همون روز میریم محضر. میریم محضر که این اقنامه رو بطل بکنیم و کاری. بله آقا اینجا یه میسکال با قانوری بنداز. نه. شماره تو داشته باشه اگه کاری داشت. آقا میسکال چیه؟ من از این داستانه قراره بود داشته باشه. نه با کدوم داستانه آقا نوری؟ مگه نگفتین کسی نمیخوام بفهمه؟ خواهی میسکال براتون بنازم دیگه مزاحم دختر نشه. چجوری پیداتون کنیم؟ خیلی خوب فقط در حد یه میسکال کوچولو هست. همین جوری میشه دیگه. اول ازدواج سوری و بعد میسکالو بعدم لابد ویسکالو بعدم زبانم لال خدای نکرده یه موقع ویدیو کالو. زن کن قد تو بسه آقا نوری ما کاری نداریم. آنها ما خواهیم تا روسا برسانیم اتان؟ نه دستی در نکنه. ما هر چقدر کمتر به هم دیگه در انظر و مظاهر بشیم بهتره. یه موقع شک میکنن خدای نکرده. خود دارو شکر انقدر اختلاف سنی داریم که از این نخواد شک بکنه من شما زن و شوهری. این متلگویه اسم خاصی نداره تو روانشناسی؟ نه تو دوره که من خوندم چیز خاصی به ما نگفتن. خدا خدا نگهدار. ای تکان نمخوره. من میگم نمورده باشه. بابا اوس کنم خدا نکنه. تکان نمخوره. یا دست رفته. امویدیس بهتری؟ اینجای اگه صدا میشنوی با یه ریتمی که از شانهات تکان بده. تکان تو بخوره. داری چقوانه براش میزنی بابا. وقت این کاراست. من میتونم یخشو بس کنم. فقط اجازه بدید. اعتماد کنید. اینا چه میکنی؟ چه میخوای بکنی؟ فقط نگاه کنید. بجنبوام. بجنب. چشم. سرده؟ چشم واقع. خدای شکرت. خوبی؟ بابام خوبی؟ ام ادریس. ادریس جان خوبی؟ ادریس. خوبی ادریس جان؟ بهتری؟ بابام. آخه ادریس آنلاین چه بدبختی بود توی آن افسا. بابام مگه دستم منه؟ قانونیه که گذاشتن. بعدش هم برای حفظ سلامتی بچه خودته. همین. آخه اینجا که خبری کرونا نیست. تحصیلات من دوره من کل هزینه شد 30 تومن. او قدیم بود. حالا من برای 11 تا بچه 11 تا موبایل از کجا بیارم؟ راست میگه بابای بینوا. من میگم آقای معلم نمیشه هر 3-4 تا از
بچه های ادریسی موبایل داشته باشن. بابا اجازه بدین یه لحظه صبر بکنین. بابا به خدا منم مخواستم از اولش همینه بشش بگم، ولی تو اسم موبایل آوردن فوری قش کرد. ناراحت نکن آقا ادریس، کار بچه شما بس چهار دانه موبایلم راه میفته. آره بابا منم یه گوشی قدیمی دارم، دوباره راش میندازم میده به بچه ها دیگه. خدا خیرت بده. بابا شیرنگن کلاس آنلاین نیاز به گوشی هوشمند داره، اون گوشی تو قدیمی اصلا به اینترنت وصل میشه اون؟ آقا این گوشی ها که میگی دانه چنیه؟ تو فعلا بلند شوی چای خورما بخور، حالت بیا سر جاش، بعد در مورد گوشی هوشمندم حرف میزنیم. ارزون ترینش حدود 1300-400 تقسیم کارت، 1 گیگ حافظه، 8 مگاپیکسل ریزولیشن. چهار تاش چنی میشه؟ حدود 6 تومن. ای بدبخت. آخه بچه تو مرض داری، دل درد داری، آخه تو چه کاره قیمت میدی بی؟ اطلاعات خواستم منم دادم، خمس و زکات علم و دانش در اینه که در اختیار دیگران قرار بدی. خمس و زکات داره؟ اینا بگیری بیاری پیش من، بگیر بیاری پیش من بینم. آمرم بتونید منو بگیرید، من 1 گرم هزار وزنم ندارم، خیلی تندم میدوام. این گوش میاد بگیر بیاریش اینجا بینم. بگیر اینجا دو انگوشته دشت بزرگترین صوتی قردم به نام خود سر میکنی خک بر سرت واقعا خک بر سرت خند زده ای بابا اینه یه دیگه باید بهش آب صابون بزنی سلام علیک سلام چیکارش داری؟ قشنگی که بذار دستت باشه خوش هستن خودتی یه من دیوانه شدم خودمم حالی تو هم کم دیوانه نیستی بمزه گفتی خیلی بمزه گفتی بری کلا کجا رفتی وایسه به خدا ببین این علکیه ها خوش هسته کن این علکیه اصلا اونجوری که تو فکر میکنی این نیست خوش هسته واقعا خودتی ها خوش هسته نوردی بیا اینجا بیا بشین چه قشنگه اینجا داغه ها نخوری بعد بگی ساقم الانا الانا تو برگشتی پیش من یا من اومدم پیش تو کدامشو بیشتر دوست داری؟ جفتشو دوست دارم چون من دوست دارم که پیش تو باشم دیگه فرقی برام نمیکنه قیوا بلا ساقم سوخت چی بهمزه گفتم بفرما پنیرش از اون بی نمک هست که دوست داری بگیر دیگه نهار درست حسابی هم که نخوردی بگیر مال من هنوز هم همون قدیمی هست گرفتر شدم به خدا اصلا نمی خیلی دستنش بفصلا نمیدونم چه جوری بره توضیح بده مثلا وقتی میدنم نهار درست حسابی نخوردی پس مطمئن باش دستن اون نمیدونم دیگه پولاریه و هزار درد ایوه اصلا هرچی بدبختی و دردسر داریم به خاطر همین پوله اون موقعی که تو مریض بودی و گرفتر بودیم و محتاج پول بودیم نمی اومد الان اومده سراغم که جای تو خالی است تو نیست نورالدین یه یادت شب اول ازدواج من چه بهت گفتم؟ قشن مو به موش یادمه همه شها بعد از اینکه مهمانه رفتن تو رفتی الکل و استون آوردی که لکه دفع کنی بدم بابا اینه بذار کنار الان وقت این کنه نیست منظورم اینها نبود اون دو تا جمله‌ای که تو حیات بهت گفتم آها 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 آره آره اونرم یادمه اونرم یادمه به من گفتی که ما اگه خوشحال نباشیم معلوم میشه که مسیر اشتباه اومدیم به همدیگه قول دادیم که همیشه خوشحال دقیقا پس وقت با خودت نجن
من با تو خوشحال بودم. الانم همون کاری رو بکن که خودتو دخترامون خوشحال میکنه. دیگه دیر شده بابگم، دیر شده. من مردم آمدم پیش تو. دیگه دوران خوشی و راحتی تمام شد دیگه. نورالدین آمده، دیگه پوستت میکنم. احسن تو باریکالله، اینی گوته مشهر سری باریکالله، شیر قمه شیر محلی باریکالله، یادته؟ بامزه بود، خیلی اصلا بامزه نبود. ولی دخترای من چند سالشونه که هم مادرشان بمیره هم پدرشان. ببینم کاری که شده دیگه دست من نیست دیگه. ببین، ولی به این شیرین که من اصلا متوجه نشدم که کی مردم. اصلا نه، چون همیشه میگن مردن درد داره و ترس داره. من ناخونم که میگرفتم دردش از این بیشتر. لقمه تو بخور برو. بگم تو این لقمه رو چجوری میگیری اینقدر خوشمزه است؟ خیلی مزهش برمی کنه. دلم میخواد اینقدر اینه رو به جان، اینقدر اینه رو به جان که مزهش بره به خورد جمجمه. باشه؟ ببین این الان اصلا ریحان توش نیست، گل مزه ریحان میده. نوشگیان چند لحظه تحمل کنی، هم سبزی خوردن میرسه هم هندوانه. ببخشید شما یه خانمی ندیدین اینجا؟ والا ما سه هفته از سر این زمین کار میکنیم، خانم ندیدیم تا حالا. چرا بابا، همین الان یکی اینجا نشسته بود، همینجا بود، همین الان اینجا بود. تشریف داشته باشی. بچه ها رفتن سبزی و هندوانه لبه‌ها بشورن، قابلدان نیست، یه لقمه دوره هم بخوریم. بفرما. ببخشید شرمنده، من نمی‌دونستم این قضیه شماست، اصلا نفهمیدم که لقمه گرفتم. ببخشید تو رو. کار خوبی کردی براقم، کار خوبی کردی. چرا بلند شدی پس؟ بشین بسم الله. نه نه، همین یه لقمه برای من کافیه شرمنده، ببخشید. گرسنگی که شرمندگی نداره، آدم گرسنه سیر نکنی باعث خجالته. بفرما. قربانت، خداحافظ. من باید برم دیگه. ببینم پول مول داری؟ آری آری. بیا پول. نه بابا پول دارم. بیا تعارف نکو. کجا عمو؟ کجا با عمو؟ بیل نیستیم اونجا واسه یه چیز گذاشت. چه بکن؟ سلام علیکم. سلام علیکم. به عمو دید دست دار نکنم. عمو شیر عزیزم دستتون دار نکنم. سلام. برین تو دیگه. یه وایسا 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 وایسا، چه داری میکنی؟ تو فقط تبی یکی شانه گرفتی عزیزم. اینجوری که اول منطقه سفیده، بعدش هم یه دونه شونه گرفتم زب در 11 میکنم دیگه. همش برای بچهای خود نیستن. بله بچهای منن، ولی دوغ شیشه ای نیستن قیمت یکی شانه زب در 11 بکنی. میدونم عزیزم شما الان پدر این داری احساسی عمل میکنی، ولی واقعیتش این دستگاهشون گرونه، باتریش هم ناسا طراحی کرده. این هر یک اینجوری میکنه 500 تومن میفته. الان شارژش تمام شد، وقت بقیه اهالی مسئولیت میخواد چشم. من خودم یه تو اینجا چی کار میکنی؟ باز که بیرونی. اومدم تفسنجی میکنم، نمیذاره یعقوب صاحب. جان خانم شما فتوا بده. از کی تا حالا یه کرونایی وای میسادم در کرینه بقیه چک میکنه؟ اولا خوب شده، بفرمایید. خوب کم مورد داره. خوش اومدین، بفرمایید. مثلا تب گرفتی؟ بفرمایید. اگه نگرفت پس در آسمان. بفرمایید. بده من. سر این چیزا هم حسودی. بده من اونو. این تب سنجه؟ تب تو هم دیگه ندیدن شارژ فندکی هست چیه، بلوتوته چیه، مال ماشینه. باشه اون وقت که بهت میگن مرض داری میگی نه ندارم. من کی گفتم ندارم؟ من هر موقع شما بخوای به وفور دارم. با گل پسر اوله چه خبر؟ چی اون قضیه چی شد؟ کدوم قضیه؟ بابا اون دو کیلو دست من در داره گردنم کرونا داری. بابا روی گردن منتقل نمیشه که نفهمیدی دانشنده همه شده میگه آقا نفس منتقل اونم تو دوز بالا بگیری. فقط اگه یه کوچولو بیشتر وقت داشتم که تو یخچال خودشو بگیره خوشفرمترم میشد. دست در نکنه، همینم کافیه. ماشاءالله، هزار ماشاءالله به این دختر گلم.
باور بفرمایید احب بند انگشتش یه هنر میباره. هزار ماشاءالله. باور دان میشه ساعت 6 رو کم رفت تو آشپزخانه 7 رو کم با یک کیک آمد بیرون. هزار ماشاءالله. آفرین آفرین. دردش به جانم. دو تا فوق دیپلم تو کانادا. آفرین. گفتی چند تا؟ به تو چه چند تا؟ درست. تو چه کاری؟ بابا خیلی خوبم کار. می‌بینی داره چه میگه؟ خجالت نمی‌کشه. بابا دست گلشون درد نکنه. چی بنویسم؟ چی بنویسم؟ آبرامویش روسا سرمایه دار دوست دار نوری سرافراز ما نوری دوست دار اجازه بده من میگم بهترین گزینه 4.5 میلیارد کیدو پوله عالیه عالیه مادام پلیز اوپن آی سیت داون ثانک یو 4.5 میلیارد بنویسم 4.5 میلیارد 4.5 میلیارد چند تا صفر داره به نظرت؟ نظری ندارم. 6 تا. 9 تا. بابا 6 تا. 7 تا. 6 تا. آقا جان اجازه بده. به نظر من چون که 8 تا صفر داره و جا نمیشه حروفی بنویسی بهتره. آفرین. هرچی آقا معلم نشد معنی نداره. ببین بعد این هم مدت واقعا به من شک داریم تعجب میکنم اون وضعیت. باشه انجام بده. ببینید مالا. 4 واو تو فورشه. ای کشو 45,000 این بیشتر شبیه کیک اوسا غلام تا کیک آقا نوری برای شما نمثال میزنیم یعنی واقعا تو جمع ما هنرمندتر از این نابغه نبود که روی کیک بنویسه اجازه بدین آخه ادامه طراحیش مونده ادامه طراحیش مونده آخه داری خرابش میکنی نه نه خیال خرابش یه اینجا خیلی هم خوب بود درست شد دیگه فقط میدونی این کیک رو جا به جا نکنی که از بغل این صفر رو کنار نرن دیگه این که بازی صفرش کمه مهندس درست میگه آه 8 این داره سر آشپز دستتو بیار دستتو بذار اینجا خب فقط نگاه کن تا قبل از بریدن کیک خب دستتو از اینجا بر ندار که این طراحی دیزاین کیک کردن به هم نخوره چی کار داری میکنی؟ نیم میلیاردش را خورد من رفته بودم پیاده روی بالاخره پیاده روی برای سلامتی ازن لازمه دیگه نه اینه باور نمی کنه چون پیاده روی من اونه یک صبح تشب تو ماشین بعد همیشه خدا پیاده این نه با بگم من نرفته بودم پیاده روی بعدش رفته بودم پشت بند یهو یه دسته این لکلکای مهاجر دیدم که داشتم به حواسم به اینا بود یهو از خانه دور شد خدای من رو ببخش به خاطر این دور بکنه این اینجا چکار میکنه بدبخ شده نور دیر قضیه لو رفته اینا اومدن عروسی برات بگیرن کجا نوری؟ همه دارم میان خونه شما داری میری؟ نه من رو پشت بنده من و من یهو 4.5 میلیارد پول بی زبون تو حساب اومده بود قاطی میکردم نه بابا من میگن تو خبر نداری اینا برای چی اومدن خانه من قرار مهمنی اینا نداشتی نمیدونی چیه؟ نه والا قابلم پارتیه دیگه به میمنت این اتفاق مهمون همه غذاشون ورشتن آوردن خونه شما کدوم اتفاق مهمون؟ میگه کدوم؟ آقا نوری ما رو سیاه نکن تو خودت خوب میدونی من چشم تمه به مال هیچ کسی ندارم بریکالله الان اون فقط دارم به عنوان کارشناس بهت میگم آقا نوری باید پولت خسته کنی آقا نوری باید رمق پول بکشی بگذاریم آقا نوری توی آقا نوری ما تو علم اقتصادی قانونی داریم به نام قانون بز و بزغاله قانون چی؟ بز و بزغاله یعنی شما اگه بز بخری بهتر اینه که پولتو تو حسابت نگه داری بز میخری؟ بوزه بزرگ میشه میشه بزغاله بزغاله دوباره بزرگ میشه میشه بزغاله بوز بزغاله همینطور شما بگو بوز و بزغاله تکرار کن بوز و بزغاله بوز و بزغاله همینطور بوز و بزغاله تکرار کن بوز و بزغاله بوز و بزغاله باریکالله بله بله اینه که میدونی آقا شما برو تو من همه فعلا هست بده آقا یه شما برو من بعدم میام شما چی نمیخوبی بریم آقا برو اصلا نکن من بعدم میام آقا چرا اینقدر مقاومت میکنی خوبی بریم دیگه شما بفرما من میام آقا درد نزم آقا سلام
ممنونم چقدر آدم اینجا آقا عزیز، عمو کبود جریان چیز از سر تانی چه خبره؟ بابا این رفیق اون چقدر اون ناز داره کی؟ اون کیه که شب خوابیده صبح پاشا دیده با مانایل خروارها پول بی زبونه گوشته تو جورابیش محلقا خانم بحث من اصلا محلقا خانم نیست ها چیزه؟ بحث من آقنوریه کجا سوره دیم؟ گوشته ده دم در تو نمیاد بله چه؟ بیایی نفر آقنوری آقا نوری آقا نوری آقا نوری بیا تو ابراموویش روستا بیا رو کول دوستان ابراموویش روستا بیا رو کول دوستان ابراموویش روستا بیا رو کول دوستا ابراموویچ روستا بیا رو کول دوستا ابراموویچ روستا بیا رو کول دوستا بیا رو کول دوستا ابراموویچ روستا 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 بابا آبی چی بی بی ولیم بابا خاموشه ببین که بابا اگر چی بی بی ولیم بابا خاموشه ببین که بابا برخی گونا بابا با می بابا بگوشه ببین که بابا برخی گونا بابا با می بابا بگوشه ببین که بابا برخی گونا بابا با می بابا بگوشه ببین که بابا بابا گل وجا بابا بابا اگر چی بی بی ولیم بابا خاموشه ببین که بابا خیمون بابا با می بابا بگوشه ببین به افتخار کیوان 26 بند واو بابا کردم آمار داشتم آقا معلم اینا باقالی پلو آوردن کی باقالی پلو میخواد؟ من سیروزگن این قلمه سبزی ببر بالا باقالیو بده این دست در چه زحمت کش اینو بگی بده این بعد بیا بابا هم سیروز جان اینا بده بالا بیا آقایان این هم آشب آسلی خیلی هم عزیزه هم که میل داره بدم خدمت بله. من عاشق آشب آسلی هم این عبدالخیار هم بده بس آشبشت بالا هست هر که میخواد بگو بله دست بی بلا آقا خوبله آقا کجا ببینید فلفل سیاه هست فلفل فلفل نمیبینم سیروز جان اینم سبزی بری آقا سیروس بیا اینم سبزی از سالاد بده ای های سیرو جان باز تو علم شنگر را انداختی؟ گفتین جنبه قابل ما پارتی داشته باشیم یعنی هر که داره بذاره سر سفره نوش جان بکنیم و بره پی کارش همین بفرمایید خواهش میکنم خیلی خوب آقا صلوات بفرستین اللهم صل علی آقا نوری بسم الله این مهمانی فقط به خاطر شماست بفرمایید بله بابا چی آقا نوری؟ غذاهای ساده و معمولی به مزاج پولدارا نمیتازه؟ راستش نوری جان، این دور همی به پیشنهاد ما بود. همینطوری که تو شادی هم شادیم، برای زندگی جدید شما آرزو موفقیت میکنیم بود. همین. آره والله. بلا همون کبوز کنه. زندگی جدید که نمیشه بهش کن. هکه. راستش من اصلا خودم هم نمیدونم که چی شد یهو تن به همچین اشتباهی دادم اصلا به فرض که اشتباه کردی و تن دادی کی از مال مفت بدش میاد؟ مال مفت چیه؟ فریده خانم یعنی اینجوری نگید من خواهش میکنم لطفاً احترام و طرف مقابلم حفظ بشه اینجوری قشنگتره آقا نوری این اتفاق به نفع همه ماست دیگه الان آینده این روستا در دستان درخشان شماست کدام آینده؟ وحید گن چی داری میگی؟ این ماجرا تکلیفش نهایتاً تا 72 ساعت دیگه یه سره میشه و میره پیکره بابا گیان منظورشان تأثیرات اقتصادیه یعنی اگه 4.5 میلیارد تومان به اقتصاد روستا تزریق بشه وضع مالی همه بهتر میشه آفرین عروس عزیز بابا کیو درود درو دانشه ببینید الان شما منظورتون از این حرفه یعنی درباره اون 4.5 میلیارد داری صحبت میکنی؟ آره خب نه اینا همه قابلمه کشیدن اومدن اینجا واسه اون چندرغازی که گیاهان دارویی در میاد البته جناب علی حق نداره که درباره اون جهان دروی که محل ارتزاق اهالی این آبادی چیز بدی بگی گرفتی؟
آقا نوری، گل. این مهمونی به افتخار گشایش مالی شماست. منم یه کیک مخصوص براتون درست کردم، اونها اونجاست. ای دستشو مده نکنم. ان شاء الله بعد شام با چای میخوریم. ان شاء الله، ان شاء الله. خیلی خوش آمدی، خیلی خوش آمدی. البته من یه چیزی هم خدمت همه شما عرض بکنم که اون حساب بلوک هست. ما نمیتونیم به اون پول دست بزنیم. 4.5 بلوکش هم قشنگه آقا نوری، به افتخاره. خدا ازت زرمت و شکرت، واقعا شگفتنم کردید، اصلا یه ها قفلگیر شدم. بفرمایید تو رو خدا، بفرمایید. بفرمایید خدا، بفرمایید. بفرمایید خدا، اگه من بابا زیاد به این نمید بابا، دوتا کاشو مخوام بخورم جان، بابا چه مخوام دارم ببینم به این زیاد نمید. نه دوتا کاشو مخوام بابا چه مخوام دارم ببینم به این. سلام شیری خانم. از اون شبه هست که تا مدت ها تو ذهن آدم خاطر میشه. چیزش زیباست؟ از شما بعید شیری خانم، این جمع صمیمی، رقصیدن برکه با نسیم، بوی بهار نارنج، شب نشینی زیر نور ماه کامل. ماه کامل کو؟ بله؟ کو ماه کامل؟ البته کامل کامل که نه، ولی در حد کامله. شما یه نصف ماه هم به من نشان بدیم هدیه یه چی نمیگم. کو؟ نیست. بایست بگیرم شای شانسه امشه که ما لازمش داریم فرار کرده زیر ابر. البته غمی نیست، هیچ موقع ماه زیر ابر نمیمونه. بفرما. نه نه دست در نکنه، خودم میخورم، این بمونه برای بعد از محرمیت. تشریف ببرین داخل، من خیر سرم آمدم اینجا دو دقیقه تنها باشم اگه اجازه بدین. این حرف آخرته؟ حرف آخرم دو سال پیش زدم، ولی متاسفانه متوجه نمیشید، دیگه نمیدونم چی جوری باید بگمش. همین که بشنوام خوشبختی برای من کفایت میکنه. هی ببخشید کم گرفتی ولش کردم. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ چه گفتی؟ هیچ، من لادم، شنو قضا میکنم. فرمه شما، فرمه. این کتلت ها کار شماست؟ بله. خیلی خوش شده. کتلت از اون قضایی نیست که بدازی تو ماهی تبه و بریک دنبال کارت. باید کنارش فیسی زیرو روش کنی. آقا سلمان. جان سلمان. من آستانه جیغم خیلی بالاست، ولی اگه قاطی بکنم بد جوری جیغ میزنم. تو سلمان لال دوست داری؟ من دیگه لال لال. میشه دهنم باز کنم بکنم؟ بله، خدمتتون عرض میکردم آقا و خانمایی که شما باشین، دو تا لگن آب داغ ریختن رو میت شل کرد، این دنبه. دکتر پزشک قانونی هم اومده بود پشت در همون بس نشسته بود که از من بپرس من چجوری این کار کردم. گفتن دکتر جان آقا، آقا بادر جان، آقا ما داریم غذا مو خوریم، این خاطره اصلا مناسب الان نیست. اتفاقا آقا کیوان وقتش همین الانه. میخوام خدمت همتون عرض کنم، بدونین دنیا فقط دو روزه. پول اختلاس و زیربیزی و رشوه عاقبت نداره. او بنده خدا با 100 میلیارد سرمایه لنگ دو تا لگن آب داغ بود که با بریزم روش. ای بریکلا بابگن، ای بریکلا. استثنان این صحبت من قبول دارم، چه بسا اگه کرونا نبود یه دنه اون لپه قشنگت مچه تا میکردم. این دیگه بهانه است، قبل از کرونا کسی منو ماش نمیکرد. مثال خوبی نبود بادر خان، همه ما نوری خوب میشناسیم. نوری به هیچ وجه اهل رشوه و زیر میزی و نمیدانم اختلاس و یه چیزا نیست و نخواهد. آقا آقا کوش چه داری میگی؟ این خودش با زبان بی زبانی میگه آقا این پول مال من نیست، شما هی داری به زور میگی مال اینه. عجبه والا، برفرض که مال خودش نیست، اشتباهی هم آمده تو حسابش، بذارید برای یه بارم که شده برای یه آدم خوبی مثل آقا نوری از اشتباه بیفته، دنیا که به آخر نمیفته. والا باری که الله سروز، باید قدر این اشتباه رو دونست.
ببینید چی بهتون میگم. اصلا معلوم نیست دو سال دیگه پولی باشه که کس بخواد اشتباه بکنه. اصلا میشه این بیت میتا. آقا ما که اصلا بخیل نیستیم. همین 4.5 میلیارد دیگه همین فردا صبح بیاد تو حساب آقا جون. ما حرف حسابو دارم. اول پشت درست بشیم به صحبت و چرت بزود تنجا نشده بی تربیته دیگه جمع در جریانه. من واسه این که این چرخه رو قطع کنم و فوقی کردم به خاطر این میگم ما بالاخره این داستان شما من منظورم اینه که بالاخره شما که به پول این چندرغاز داروهای گیاهی نیاز ندارین این دفتر دسته کو جمع کنین اون چهار تا نیروتون رو آزاد کنین این زبون بسته اون گرماوه مکانیزش رو را بندازه بعد میگم نه خیر آقا ما از روز اول با آقا نوری دست دادیم تا آخرش هم با آقا نوری میمانیم راست میگه با آقا نوری هستیم باشو خدا دوستان و همراهان همیشگی من لطفاً یه لحظه دقت بکنین من از به حضور انور شما که میخوام اعلام بکنم اون پولی که توی بانک هم به هیچ کدام از ما تعلق نداره راستی نوردین جان اون قابلمه بود بشم قرضدادی آوردمش اون هاش بدیش که من دارم صحبت میکنم قابل مثلا مال خود درست نکنم دمت گرم آقا نوری آدم وقتی حسابش پر باشه اینجوری بزن و بخشش میکنم به افتخار آقا نوری آرام بگیرید آقا جون یه دونه لاستیک دو چرخه هم پیش من انداختی ها عزیزم من صحبت های مهمتری دارم الان میخوام بکنم اون لاستیک مال خود ایوال مرام لاکچری به افتخار آقا نوری خانم آقا اجازه بدین اجازه بدین واقعا داشتن یک دوست پول در حال میده آقا نوری جان من واسه حوض وسط خونم یه مجسمه نقره میخوام از این پسر بچه ها دیدی که این آب از دهنش فواره میزنه بیرون خیلی قشنگه ها؟ چقدر میگم؟ 25 میلیون تومن 25 میلیون تومن؟ چه خبره داداش؟ 5 میلیون تومن بده من بچه همه 3 روز در هفته میفرستم اونجا بره تو حوزت از این بهتر؟ با نخندی دیگه من جدی گفتم واقعا آقا نوریان مشکل مادر منه که همه هم در جریان هستین بنده خدا و دو قدم راهی که میرفتن دیگه نمیتونه بره خدایش وسم نرسید بنیاد خیریه هم ثبت نام کردن گفتم باید اسمتون نوبت بذارین خلنگن شما چرا زودتر اینه نگفتی؟ مرد حسابی مگه 1000 تومنم تو حسابم باشه وظیفه‌مه که یه دن ویلچر برای مادر شما بخره آقا جون بکنش بیز اول 2 تومنم دیگه جون نهره پام را برم بعد اول پشین درست پشین بعد این صحبت تره بکن خدمتون بگفتم که سلمان حواست رو به جمع بخورین باید زنده بگیریمش سلمان آقا من فکر بکنم اینجا رفته باشه بالا بابا چون بهگر حواست باشه داری میری بالا کف پشتبان پوسیده احتمال سقوط 90% چی شد بس؟ آقا جون بار پشتبان پوسیده است خواه بعد منم دارم پدر میشم دیگه در جریان با روژان خانم شانس چه کار غلطی بود کردی ها؟ توف میکنه بی تربیت اکی یاد گرفتیم ها؟ چجوری تربیت شدی تو؟ برود بیاد امو به نظر من اشتباه میکنی بی فایده است به خدا بری چه؟ بری چه نداره تمام این پشت ما با هم دیگه را داره به خدا نگاه بکن شاید یک کوچه اوورتر دو کوچه اوور سه کوچه اوورتر آمده باشه پایین رفته باشه میتونی پیداش بکنی حالا چه بکنیم آقا نوری آقا اجازه بدیم اگر دیدینش بهش بگین که نوردین زانوی کیوان آماده کرده بود که فرو کنه تو حلقه حقشه بهش بگین که دایره تحریمش گسترده‌تر میشه بفرمایید خواهش می‌کنم بفرمایید از این به بعد نه تنها در خانه من نمیتونه بیاد بتا حال که از سر کوچه من
سلام را خانم. چه کار میکردی اوتو؟ هیچی، منتظر بودم خلوت بشه بعد برم. چیقه دختر دایی منه در میاری؟ من؟ داشتم با هم حرف میزدیم، به این قبله داشتم جوک براش شریف میکردم، نمیدونم چرا جیغ کشید. نزنی یا جون من، جون سلمان، بیا یک بار با حال باش. این همه زدی، این یک بار با حال باش من برم. من هیچ وقت آدم با حالی نبودم. خوبی بر امتحان کن. به جان خودم هر کی بپرسه میگم زده بدم زده، به خاطر اون ضربه که یک سری زدی رو سرم، گاهگاهی آدرس خونه رو فراموش میکنم. به جان خودم برو. چیدی برم؟ دارم میرم ها. دمت گرم. سلمان بود؟ خویی پبریش سایش لاغر بود.